سلام، به یک ویدیو دیگر از کانال پیک هکر خوش آمدید. امروز اومدیم که در این ویدیو به این سوال بپردازیم چه گوشی‌هایی در سال 1400 دیگه ارزش خرید ندارن. اگر میخواید به جواب این سوال برسید، لطفاً تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. شماره 10، A53. ببینید، میدونم که الان تو ذهنتون حتما میگید که A53 تازه اومده. پس چرا ارزش خرید نداره؟ با اینکه تازه کلاً چند میشه گفت ماهی که از ارزش گذشته. ببینید، A53 گوشی خوبیه، نمیگم گوشی بدیه، اما تو رنج قیمتی که داری پول میدی واسه A53 100% گوشی بهتری است که الان همشون هم بهتون میگم، هم تو برند خود سامسونگ هم تو برند شیائومی. بزرگترین ایرادی که به نظر من این گوشی داره سخت افزارشه، چون واقعا سخت افزارش نسبت به رقبای خودش کم میاره آقا، اما برای کار روزمره اوکیه. همونطور که دارید تو این عکس مشاهده میکنید، A52 تو قسمت تکثیر مولتیکور به دوتاشون بهتر بوده، یکی 5% توی مولتیکور 48%، تو آنتوتو هم 13% بهتر بوده. این الان گرافیک کالاف روی A53 که داریم میبینید، این هم گرافیک پابجی روی A53. و آخرین مورد هم قیمت. خودتون که دیگه دارید میبین A53 128 رم 6 گرونتر از A52 128 رم 6 و حتی از A53 هم گرونتره. تو اینجا هم حافظه 256ش که نزدیک 12 میلیونه و همینطور 128 رم 6 هم 10.5 میلیونه. از برند سامسونگ A52 رو پیشنهاد میکنم، از برند شیائومی 11T و یه گوشی دیگه برند شیائومی یعنی F3 رو من پیشنهاد میکنم. شماره 9، پوکو F2 پرو. آقا همین اول بهتون بگم، تنها دلیلی که این گوشی رو آوردیم تو این لیست این بوده که این گوشی یه عمری ازش گذشته، یعنی برای سال 2020، ولی برای اون موقع این گوشی فوق‌العاده بود، یه قاتل پرچم‌دار بود. برام این گفتم دیگه، دلیلش این بوده که این گوشی رو آوردیم و هیچ کم و کاستی برای شما نره. تنها دلیلی که نخریدش اینه که قدیمی شده و جایگزین داره. و البته یکی از دلایل دیگه هم که میگم دیگه ارزش خرید نره قیمتشه، که الان می‌بینیم قیمتو دیگه همه چی واضحه دیگه. الان با همون پول یکم کمتر میتونید 11 تی پرو بگیرید، یکم بیشتر پوکو F4 GT. 11 تی پرو اولین جایگزینه، بعدش هم پوکو F4 GT گزینه عالیه و در آخر پوکو X4 GT. شماره 8، خانواده میتن تی. آقا همین اول کار بگم، هر کسی که داره این ویدیو رو نگاه میکنه و داره یکی از این دوتا گوشیه، بدون گوشی فوق‌العاده‌ای داره. تنها دلیلی که من اومدم اینجا و دارم اشاره میکنم این سری خانواده میتن تیو این بود که آقا هم قدیمی شده، هم قیمتش دیگه تقریبا بالاه، دور و بر مثلا میتن تی 9500 و میتن تی پرو 15 تومنه. جایگزین میتن تی خود 11 تی رو پیشنهاد میدم و همینطور برای پروش 11 تی خود پرو و پوکو F4 GT رو من پیشنهاد میدم. شماره 7، آیفون 11 پرو مکس به قبل. شاید الان دارید تو ذهن خودتون میگید آقا آیفون 11 کلا سری خواننده آیفون 11 که قدیمی نشدن، الان حداقل تا iOS 18 رو میگیره. درسته این حرفتون، اما الان داشتم قیمت رو نگاه میکردم، شما آیفون 11 رو با 21 میلیون پول بدین، آیفون 12 که تا iOS 19 رو میگیره 23 میلیون. برمین به نظر من از آیفون 12 به بعد رو بگیرید. دیگه اینجا خودتون دارید میبینید آیفون 11 21 میلیون حالا 390 هزار تومنه، آیفون 12 23 میلیون. اختلاف قیمتی زیادی ندارن. شماره 6، S20 FE 5G. آقا دلیلی که داشته من این گوشی آوردم تو این لیست، یکیش که معلومه دیگه، عمری ازش تقریبا گذشته دیگه و آخرین اندرویدو میگیره، یعنی اندروید 13 ها دیگه اندروید بعد نمیگیره، و بعدش هم این که نسخه جایگزین اومده این S20 FE از برند خود سامسونگ الان دارم میگم، برند شیائومی هم حتما بتونن چند تا مدل رو پیشنهاد میکنم. از برند خود سامسونگ S21 FE و از برند شیائومی 11 تی پرو من پیشنهاد میکنم. شماره 5، A12 ناچو. A12 و A12 ناچو
جزو اون دسته گوشی‌هایی بودن که تو ایران خیلی محبوب بودن و خیلی هم پرفروش بودن، به دلیل اینکه هم قیمت پایین داشتن، همین که خب مشخصات خوبی رو تقریبا ارائه میدادن. الان این گوشی دیگه ارزش خرید نداره و بهتره به جاش چه گوشی بگیریم؟ A13، اونم نسخه 7FDS، نه 5FDS. دلیلش هم میگم بهتون الان جلوتر. در سمتش هم A13 7F یا هم پارت نامبر جدید A13 رو میبینید. اون راستی هم که هم A13 اورجیناله که فرقی هم که دارن اگه دقت کنید تراشه A13 7F G80 و A13 5F هگزیمس 850. اینجا دارید سینگل کور و مولتی کور میبینید که هلیو G80 سرتره. تو مقایسه اون توتام که میبینید که هلیو G80 61% بهتر از هگزیمس 850 است. شماره 4 پوکوک سیری پرو، پوکوک سیری جی دی، پوکوک سیری خالی. این سه گوشه‌ای که نام بردم تو زمان خودشون ترکوندن، مخصوصا پوکوک سیری پرو یعنی عالی بود نسبت به اون 860، ولی الان عمرشون به سر اومده و جایگزین دارن مثل پوکوک 4 پرو و حتی پوکوک 4 جی دی، بنابراین دیگه اینا ارزش خرید ندارن. من ردمی نوت 11 پرو 5G رو پیشنهاد میدم، همینطور پوکو X4 پرو 5G که زیاد با فرقی ندارن و از برند آنر X9 5G که محشره. شماره 3 A22 5G. A22 5G موقعی که عرضه شد میشه گفت جز گوشی خوب بود، شاید جز انتخابات اول نبود ولی بازم گوشی خوبی بود، مغروم به صفحه بدی نبود. هاوند با پردازنده دایمنسی 700 و حالا صفحش TFT بود و 1080، اما الان این جایگزین داره که واقعا از همه نظر ازش بهتر شده، یعنی A23 که هم صفحش بهبود پیدا کرده هم پردازندهش تا حدودی. از برند سامسونگ A23 رو پیشنهاد میدم و از برند شیائومی ردمی نوت 11. شماره 2 ردمی نوت 8 2021. ردمی نوت 8 معمولی که همه میشناسن، امکان نداره کسی نشناسه، چون که تو سال 2019 که عرضه شد تو بازار ایران خدای ترکون، یعنی در حد A50 اینا بود از معروفیت و فروشش، چون واقعا گوشی خوبی بود که هم اسنپدراگون بود همین که شارژ 18 وات داشت، اسنپدراگون 665 هم بود، ولی یه نسخه دیگه داشت اومد ردمی نوت 8 2021 که ارزش خرید نداره به نظر من. سی یادم رفت بگم چرا ردمی نوت 8 2021 دیگه ارزش خرید نداره، به خاطر چیپستش که هلیو جی 85 که نسبت به رقبا ضعیف تره. A23 رو بهتون پیشنهاد میکنم جای ردمی نوت 8 2021 و همینطور ردمی نوت 11 از خود برند شیائومی. و شماره 1 نوت 20 اولترا و نوت 20. رسیدیم شماره 1 نوت 20 و نوت 20 اولترا. تنها دلیلی که میشه گفت من این دوتا رو اینجا بردم این که اینی که قدیمی شدن، دوم این که یه مشکل سخت افزاری داشتن که هیتینگ پرابلم میدادن بعضی نسخه با دلیل اگزیمس 990 که الان دیگه توصیه نمی کنم، چون که با همون پول میتونید برید پرچم داره تقریبا میشه گفت امروزی رو تهیه بکنید، مثل S22 حالا S21 حالا S22 هم میشه. جایگزین نوت 20 شیائومی 12 و همینطور جایگزین نوت 20 اولترا عدید من S21 هست. چیزی یادم رفت بگم، یه اطلاعات غلط دادم. با فروش نوت 20 اولترا شما نمیتونید S22 تهیه کنید. تهش میتونید S21 بگیرید. دوستان این ویدیو به انتها رسید، امیدوارم که راضی بوده باشید و یه چیزی رو بگم قبل اینکه ویدیو کلا تموم شه. این گوشیایی که ما اشاره کردیم در حال حاضر، یعنی همین الان که داریم این ویدیو رو رکورد می‌کنیم، دیگه ارزش خرید ندارن. اگه کسی الان نوت 20 اولترا داره 100% گوشیش خیلی هم خوبه. واقعا عالیه. این ویدیو برای کسانی بود که الان قصد دارن گوشی بگیرن و بدونن چه گوشیایی نخرند. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و حتما این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستین، چون که 100% کارآمده و هر چی که داریم از حمایت شماست. خیلی ممنونم که تا این انتهای ویدیو با ما بودید. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار. حتما این پلیلیستی که اینجا گذاشتم و یه نگاه بهشون ذخیره به کارتون میاد، سابسکرایبتون نره. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.